خوش اومدید به سری جدید از برنامه های ما، یعنی سوال روانشناسی شما به علاوه جوابایی که من بهشون میدم و صرفا جوابی که من به ذهنم میرسه و امیدوارم بهتون کمک کنه و یه ذره از مشکلتون یا اون چیزی که فکرتون رو مشغول کرده کمتر شه. پرسیده که چجوری استرسمو برای مدرسه کم کنم، خیلی وابسته به خانوادم. چون مدرسه میرید که این وابستگی کمتر شه و مطمئنن اگه یه تایمی ازش بگذره و بیشتر بری مدرسه، بیشتر جدا بشی، این وابستگی هم کمتر میشه. طبیعه وقتی که سیادی و توی محیطی باشی تو وابستش میشی. اوکی. و تنها راهش که بخوای و وابستگی در بری اینه که فاصله بگیری از اون فضا، از اون آدم، از هر کسی، از هر چیزی تا بهت کمک بکنه که وابستگی کمتر شه. حالا واسه مدرسه که استرس داری، استرس جدایی از خانواده رو داری احساس میکنه، اصلا نگران نباشی، اولش هم سخت باشه ولی اونجا با آدم های جدید آشنا میشی، کار جدید میکنی و اصلا این وابستگی دیگه اذیتت نمی کنه. سعی کن خودتو تو شرایط جدید قرار بدی. خب سال بعدی چطور میشه از یک رابطه موف آن کرد یا رد شد؟ سختی واقعا بستگی به رابطتون داره. اگه خیلی عمیق بوده، دائمی زیاد بوده که خیلی یه ذره مشکله ولی بازم شدنی، یعنی واقعا اگه میخوای جدی رها کنی که باید همه چی رو بذاری کنار، هر چیزی که از اون آدم کنارت مونده و جلوی چشته و هر احساسی که ازش تو ذهنت داری، حتی بستگی هم داری که چجوری رابطه تو تمام میشه. اگه بد تمام شه که اصلا موچشو بگیری یا چیزی، که این تکلیفش معلومه. اگه خودتون تمام کنید که خیلی مسالمت آمیز، باز باید فراموش کنید هر چیزی که باعث میشه شما یادمون یفتید و پاک کنید، عکس یادگاری. اگه نمیدونید با این قضیه کنار بیاد که این چیزا باشه، اگه میدونید کنار بیاد که اوکی، ولی میگم باید هر چیزی که هست اون رابطه مونده رو حذف کنید تا بتونید موفق کنید. سوال بعدی، چطوری جلوی اوورتینک کردن رو بگیریم؟ ببین اوورتینک کردن خیلی چیزا رو از بین میبره. اول از همه هم خودتو از بین میبره. پس سعی کن جلوی فکر کردن تو بگیری. چون سیناریو میزده ذهن تو، همین سیناریو مختلف میزده و هرچی بیشتر هم بگذره فقط بده. بد میزده، سیناریوی بد و هیچ کدوم هم شده از اتفاق نیفته، از همین وجود هم نداشته باشه. بعد با ذهنت خارج بشی یه جوری که فکراتو نگاه کنی و اصلا بهشون توجهی نکنی، بذاری رد شن. اوورتینک کردن این که ذهنت خیلی فعاله دیگه، چون خیلی بهش داری انرژی میدی، تمرکز داری برای جای دیگه، میدیتیشن کن، مثلا موسیقای با فرگانس گوش کن، نمیش میگم سعی کن که نه تنفس بکشی، تنفس آگاهانه، نه وسعی بکشی 3 ثانیه 4 ثانیه نگه داری، 4 ثانیه هم بازدم دوباره، چند ثانیه نه چند دقیقه این کار انجام بده و اوورتینکت حتما بهتر میشه. ولی
زیاد خوب نیست. سال بعدی میگه چه کار کنم؟ تو خواب به یه چیز فکر نکنم و ذهنم خالی بشه. خوابم شدیدم به کیفیت شده. تو خواب چجوری فکر میکنید؟ خواب اصلا نمیشه فکر کرد که. تو خواب اتفاقایی که قبل از خوابیدن تو ذهنت چرخیده. خب ببین، اول اینکه شما باید یکی دو ساعت قبل از خواب گوشی رو بذاری کنار، تو گوشی نچرخی و تا جایی که میشه گوشی رو نزدیک تو شارژ نزنی و اتاقی که هستی نباشه گوشی. این از گوشی. استفاده از فضای مجازی رو کم کن دم خواب، چون نور آبی اصلا زیاد خوب نیست. نوری که از این وصله الکترونیکی به ما میخوره دیگه. چجوری به چیز فکر نکن، ذهنم خالی چه خوابم شده میگه. سعی کن آخرین چیزی که میبینه یه سوار من باشه، بعد گوشی بذاری کنار بری بخوابی. چه ذهنت خوبه، خوابت هم با کیفیت. ولی جدی میتشن کن، موسیقی آرامش بخش و فرکانسی گوش کن، همه اینا میدشم کلا دوای هر دردیه. سوال بعدی، چطور اعتماد به نفس داشته باشیم و همه زندگیمون رو به پایه یه نفر که فکر میکنیم فقط اون به ما میاد نذاریم؟ از اون ذهنیت پایین بودن و نیاز داشتن به یه نفر در بیار. تو وقتی محتاج یه نفر باشی، یعنی نیاز داری که اون بهت یه چیزی بده تا تو احساس با ارزش بودن بکنی. خب بعد به توجه کنه، به نگاه کنه، به یه حرفی خوب بزنه تا مثلا تو احساس کنی خوبی. این اشتباه، باید تو به خودت این حسو بدی. اعتماد به نفست انقدر بره بالا که نیاز نشته باشی کسی اینا رو بهت بگه، میدونی؟ و واسه این نری درو بده. و چی بوده دامنش؟ همه زندگی مونه با یه نفر که فکر میکنی فقط مونه بس دیگه داره دیگه. اگه واقعا فکر میکنی که اون برای تو بکه، اون بعد همه زندگی شو برای تو بذار. همه چی دو طرف هست این چیزا. اگه کوتاهی ازش میبینی، بدون که این اون نیست که میخوای. خیلی واضح میشه فهمید از رفتارهای طرفی که واقعا این همونیه که واسه منه یا نه. اگه به خود گول بزنی ضربه میخوری. پس سعی کن اگه چیزی بدی میبینی جلوشو بگیری و ادامه ندی. چطوری ادامه اصلا داشته باشی؟ گفتم دیگه، ورزش کن. ورزش خیلی مهمه. باشگاه برو، بیا روی دویدن، کتاب بخون، کار کن، خودتو لولتو ببر بالا. از همه نظر اطلاعاتتو ببر بالا دیگه. سوال بعدی، چطوری سیگار رو ترک کنیم؟ دیگه جواب داده بود نمیشه. میشه، همه چیز شدنیه و بخوای دیگه. یه با ورزش کردن، حتی اگه ورزش رو شروع کنی. ولی متاسفانه سیگار جوریه که یه اعتیادی داره که خودم نمیدونی چرا ولی میکشیش. حالا من سیگاری نیستم ولی اطرافیان هم هستن چند نفر. چیز اصلا هیچی نیستش، ولی فقط میکشی دیگه. یه ذهن، یه چیزی تو ذهنت اتفاق میفته که نیاز داری انگار اونو بکشی. این چیزها رو میشه با چیزهای دیگه هم به دست آورد، با کارهای دیگه، با پیاده روی، ورزش کردن. هر بخواستی سیگار بکشی به جاش برو آدماس بخور بخور. چیزی اراده ایه، بعد ارادت خیلی قوی باشه تو این قضیه. بعد ببینی میتونی واقعا، میتونی این کارو بکنی یا نه. میتونی هم پسش بر بیای. اگه پسش بر بیای که یعنی خیلی آدم قوی هست. اگه نتونی یعنی هم آمادش نیست. به نظرم سعی کن خودت کار کنی، آمادگی شو به دست بیاری تو میتونی.
سعی کنم 3 سالم روی بیاری. برای خودت خیلی خوب. سال بعدی نوشته که چجوری با اتفاقا یه بد کنار بیه و از ناراحتی گذر کنی. ببین نمیشه گذر کرد، یعنی این چیزا خودش میگذره. تو هر کاری کنی اتفاقی خوب و بد همیشه هستش و باید ازشون درس بگیری. ببینی اگه اتفاق بد افتاد چی بود، چه چیزی برای من داشت و ازش به عنوان یه پله برای رشد خودت استفاده کنی. حالا هر چیزی که هست و ازش یه خوشحالی بسازی. میدونی چی میگم؟ و سعی کنی تو رشد خودت ازشون استفاده کنی. میدونی چی میگم؟ بعد همیشه میفته. این واکنش تو به اون اتفاقهایی که نشون میده چی کار میخوای کنی، چی جوری میخوای ازشون رد شی، میخوای توشون بمونی یا میخوای رد شی. این چی میگم؟ خب سوال بعدی نوشته سنگینی حاصل از فشار فکر و خیال و چجوری سبک کنی. سنگینی فشار، خود داری میگی سنگینی، بالونی هستی که داری اوج میگیری، ولی این فکر و خیال ها مثل کیسه های شنی ازت آویزونه و نمیذاره تو سبک بشی. و چیکار کنی؟ باید این کیسه ها رو باز کنی، رهاشون کنی و ولشون کنی برن، نه بهشون گره بزنی خودتو. نه چی میگم؟ فقط بر رهاشون کن و خودتو بهشون وصل نکنی، چون جلوی پیشرفت تو میگیره، جلوی بالا رفتن تو میگیره. سال بعدی نوشته میخوام حساس شدن و بغض و گریه زیاد رو کنار بذارم. حساس شدن، بغض و گریه زیاد. ببین هر چیزی زیادش بده، بغض و گریه زیاد هم حتی خوب نیست، ولی از طرف هم کمک میکنه خالی بشی. این هم سوال سختی، حساس شدن و بغض و گریه زیاد رو کنار بده چیزای بدی نیست. آخه حساسی دیگه مهمه برات اون قضیه که داری روش حساسیت به خرج میدی. خب اتفاقا خوبه و نشون میده که بی‌حس نشد، ولی سعی کن دیگه خودت دیگه قدم میدونی به اون شعور رسیدی که چیزای دیگه خیلی مهم نیستن و روش حساسیت به خرج ندی و مراقب چشمات هم باشی، خودت سلامت هم باشی. بغض و گریه زیاد فقط ناراحتی برات میاره، زیادش خوب نیست. نمیشه چطور افکار منفی رو از خودمون دور کنیم و همچنین استرس و نگرانی اینجوری بیدون. افکار منفی هم نگرد، افکار منفی و نگرانی باید ببینی که چطوری چه اتفاقی داره میفته که این افکار به وجود اومده، ریشه‌شون رو پیدا کنی و سعی کنی جلوی به وجود اومدنشون رو بگیری، خودتو از اون ریشه فاصله بگیری، از اون مکانی، از اون جایی، از اون چیزی که بده انرژی منفی میده، فکرهای منفی میاد ازش سراغت، به استرس میده. چه میگم؟ اگه ریشهش توی خودت، سعی کن پیداش کنی، حلش کن. اگه اطرافیانت یه چیزیه که به استرس میده، سعی کن از فاصله بگیری،
یه بار دندوشون دو بار دندوش کن درستش کنی، اگه دی درست نمیشه سعی کن فاصله بگیری ازش، چون آرامش تو خیلی مهمتر از هر چیزی. سال بعدی نمیشه تنهایی آدم رو قوی تر میکنه یا باعث میشه از همین چی دورتر و از درده بشی. به این بستگی داره هدفت چی از تنها شدن. اگه بخوای از داره افسردگی تنها بشی بگن نمیخوام فیلان هستن دفتوی زندگی هم میرم یه تنها بشی. این باعث میشه زده بشی از همین چی بدتر، حالت هم بدتر. ولی در کل تنهایی تنها جاییه که آدم ها توش پیشرفت میکنه، تنها جاییه که تو کمک میکنه به تغییر کنی. تنها شدن، تنها بودن، واسه همینی که میگن شما همیشه یه تایمایی از زندگی تو به تنهایی اختصاص بده. تو نیاز دارین تنها باشی، با تنهایی همیشه تنها اومدین تنها میریم. تو ای با تنهایی راحت نباشی اذیت میشی، وابسته اطرافیانت باشی و نتونی تنها بشی اذیت بشی. سخته ولی شدنی. کسایی که با تنهایی خیلی راحت هم آدم های خیلی قدرتمندی هستن و خطرناک ولی تو تنهایی تو رو خودت کار میکنی، روی فکرات، روی تصمیماتت، روی همه چی. من خودم اینطوری بودم دیگه، یه تایمی های زندگی منقدر تنها می شدم و تنهایی باز شد که تغییر کنم. و آره، اگرم تنها نبودیش و خودتو تنها کنی تایمی، وقتی به یکی وابستگی چجوری وابستگی رو رفع کنیم گفتم دیگه، وابستگی چطوری رفع کنیم. خواهی تو باید از اون شرط فاصله بدی، سختیشو باید تحمل کن، سختی این درد جدایش حالا هر چیزی هست تا عادت کنی. سوال بعدی، افسردگی رو چطوری کمتری یا کنترلش کنی. افسردگی حاصله یه سری اتفاق خیلی بده، یه جمع میشه یه جمع، و به قول جیم کری که میگه افسردگی مثل اینه که روحت میگه من این بدن رو دیگه نمیخوام، این سبک یا این زندگی رو دیگه نمیخوام، این شکل و این لایف استایل رو دیگه نمیخوام، این حالت دیگه که میخواد عوض بشه. این یعنی این که تو آماده ای داری، تو آماده میشه برای تغییر. حالا از افسردگی استفاده میکنی واسه تغییر یا استفاده میکنی واسه افسرده تر شده. من چی میگم، کلن سعی کن زمه درد زندگی دسته بهتر شدن استفاده کنی، قوی باشی. این همه برای تو اومده، هر اتفاقی تو زندگی میفته برای بهتر شدن تو، برای بهتر شدن تو. حتی افسردگی شدید داره نشون میده که داره دیتسی تو زندگی اذیتت میکنه و تغییرش بدی تو خودت. و چجوری خانواده رو راضی کنیم که اجازه بدن برین رشته مورد علاقه. سال آخر بود هرچی بگم باز نمیتونم با تصمیمشون عوض کنم، ولی خودت باید ثابت قدم باشی، یعنی بهشون ثابت کنی آمد این یکی میخوام دیگه، جز این ایتی رو نمیخوام. و خیلی وقتا پدر مادر رو خودشون صاحب بچه ها میدونن و میدونن فیلم رو از اون بیشتر میفهمن و میخوان خودشون شکل بدن به زندگی. درسته که پدر و مادر واقعاً باید دور نگاه کنه به زندگی بچهش و تایش یه سری راه نمایی ریز بکنه و بذاره اون خودش انتخاب کنه برای زندگیش، که البته تو ایران قفله خیلی چیزا اینجوری خانواده ها هم
همه بچه هاشون رو میخوان سرویس کنن سر درس و دانشگاه بیشتر. حالا یه سری دوستان یه سری رشته خواست رو بخون، یه سری دوستان از درس نخونن برن دنبال علاقه شون، ولی بازم میان تو باید درس بخونی، این باید دکتری مهندسی فلان چیز نجونیم در کنارش برو اونم اینجوریه در کنارش هم نجون خیلی مسخره است. ولی هیچ وقت هم نمیگن در کنار اینی که خودت میخوای بیا، اینی که ما میخوایم اون چیز کن، میگن در کنار اینی که ما میخوایم اونی که خودت میخوایم از چیز کن. متاسفانه باید اطلاعات خانواده ها بره بالا، ولی نسل جدید خودشون بهتر شدن، ولی با خانواده صحبت کن، سعی کن چرا بس نکنی، ولی منطقی صحبت کن، بگو فلان من اینو میخوام، من خودم رو تو این رشته میبینم، بهش علاقه دارم، دوستش دارم. و تو وقتی به چیز علاقه داری خیلی توش میدی و استعدادت هم به دست بیاری، با استعداد میشی توش، صرفا استعداد داشته باشی علاقه نشته باشی خیلی توش جواب نمیبینی و همین دیگه. امیدوارم که جوابای نسبتا خوبی داده باشم دیگه، در حد خودم یه سری چیزا گفتم، امیدوارم که راضی کنم.